بسم الله الرحمن الرحیم آینده سازه ای کشور السلام علیکم و رحمت الله و برکات خدا کنه لباس افیت به تن داشته باشین و با شوق و ویدیوی ما را ببینین دوستان ناز من فهم شما ویدیوهای ما را تماشا میکنین و منظم من روی ما یک جدید در سایت را پیش میبرید به سلسله از درس ها ما امروز نیز یک درس جدید میخوانیم درس امروز که ما شما میخوانیم مضمون دری صنف دوم میباشه و ما از اسمتی در خدمت شما هستم خب ما شما چرا مضمون دری را ما شما مضمون دری را به این خاطر میخوانیم تا که خواندن نوشتن و همچنان ختم خوب شود خب نازنین به خاطر ازی ما باید چی کنیم درسی که خوانده میشه بفهم که هر کلمه که خوانده میشه بشناسیم حرف‌هایش و حرف شناختان ما دست اول بسیار خوب بلد شده بودیم مثلا شما میتونید در خانه حروف الفبا را این قسم ده ها نشته کنین و بعد از او چی کنین بعد از او حرفای که همیشه به شکل جدا نوشته میشه و پورا نوشته میشه و به شکل نیمه نوشته میشه را جدا کنین تا که بشناسین که چند حرف در زبانه دری ما شما وجود داره که به شکل نیمه و چند حرف وجود داره که همیشه به شکل کامل نوشته میشه شما بیاین امروز من را کم کمک کنین که این حرفا را جدا کنیم گرچی تمامش پیش من نیست اما میتونیم به کمک یکی دیگر حروف را که به شکل همیشه به شکل پوره نوشته میشه جدا کنیم مثلا شما اینجا میبینید حرف دال حرف دال از کدام حرف هست؟ حرف دال از او حرف هایی است که همیشه به شکل پوره نوشته میشه و یا حرف یا 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 از کدام حرف هاست؟ یا از حرف های از که به شکل نیمه و پوره وجود داره و همچنان ز ز از حرف های از که به شکل پوره نفش میشه. یعنی نیمه شما نداریم شما ایره در زبان شما ایره در سنف اول بسیار خوب شناختین و و از کدام حرف است؟ پوره یا نیمه بلی نازدین ها و هم حرف پوره است که همیشه به شکل پوره نوشته میشه. خب دال قبلا دیدیم خ خ حرفی است که به شکل پوره اینجا آمده اما شکل نیمیش نیست در زبان دری ما و شما وجود داره و خب و و الفمت، الف مت. الف مت هم از حرف است که همیشه به شکل پوره نوشته میشه و نور حرفی است که به شکل نیمه و پوره نوشته میشه اگه سه چند تا شکار کنم شما تمام حرفا را نشته کنین و بعد از اون جدا کنیم و ببینین که چند تا حرف یک تا دو تا سه تا چهار تا پنج تا هر قدر که به شکل پورا نشته میشه او را نوشته کنین و ببینین که چند دانه زبان داریم ما شما حروف پورا داریم خب نازنین ها ازی از بازی ما میتانیم یک شکل دیگه شم کار کنیم مثلا درس امروز ما شما از علم خب نازنین درس ما شما که از علم ما میتونیم از امی حروف شکلشه یک کرده و علم بسازیم خب علم از کدام حرفا ساخته شده ببینیم روی تخته علم اولش چیز عین است خب از اینجا ما میایم و حرف عین پیدا میکنم عین خب ببینیم اینجا به شکل نیمه عین نیمه لام میمه است ما میخوایم اینا رو جدا جدا به شما تجزیه کنم و تجزیه از حرف پوره میکنیم ما و شما امروز کار عین بعد از او چیز لام پس ما میم حرف لام پیدا کنم اینجا لام خب ایم شد حرف لام عین بعد از عین حرف لام آمده این و لام این و لام بعد از اون میم خب میایم نازنینا اینا حرف میم اینجا نشته میکنیم میم و این هم حرف میم علم علم خب نازنینا شما شما میبینید که این لام میم چی ساخته و ما علم ساخته خب اگر ما شما دم پالوی ازی و یا در پشت ازی حرفای دیگر نوشته کنیم و بنویسیم، میشه از یا ما یک چیز دیگه بسازیم مثلا این لا میم الن اگر ما اگر ما بعد از چی کنم ایره یک جای نوشته کنم پس این لا میم الن تشکیل میشه دوباره جور میشه یعنی حرف پوره و نیمش خب از اینا اگر ما بخوایم حرف دیگه بسازم چی میکنم میایم و اینجا ری را قرار میتم ببینید ری را قرار میتم بعد از او دال را قرار میتم دال و بعد از او یک میم دیگه یک بازی سرگرمی مفید به شماست ببینید ای از علم سعیز نظر ما شما این را میخوانیم علم اما اگر شما این لا موسو کنین و اقسم بخوانید میم ر دال میم چی میخوانیم مردم مردم یک شکل دیگه که شما توانید عین لام از پیشش اوسو کنین و از چی بسازین مردم مردم خب اگر ما شما بدون از این دیگه قسم حرفا را کار کنیم خب بدون از اگر شما یک کلمه دیگه نوشته کنین شما میتونین از حروف استفاده کرده و چیز دیگه نوشته کنین و یا حرفای دیگه نوشته کنین مثلا ما شما میاییم و چی را کار میکنیم؟ یک حرف دیگه کار میکنیم از حروف کامل یک حرف دیگه عین قاف لام و می چی است قاف لام میم قلم ببینید نازن فرقش فقط در یک قاف است یعنی وقتی که یک قاف به جای عین قرار بتیم کاملا یک کلمه جدید بر ما میشه و او چی است قلم قاف لام میم قلم ها تشکیل میده و شما میتونید نمخصم از حروف استفاده کرده و چی بسازید؟ کلمه بسازین ما شما میفهمیم که هر حرف از چندین کلمه ساخته شده خب وقتی را کار کردیم ما شما میتونیم که ببینین من ما شما حروف یک قرار دادیم ازش کلمه ساختیم حال کلمه ها را با هم یک جا قرار میدیم ازش جمله میسازیم من کتاب میخوانم. خوانم. پیشتر ما شما حروف قرار دادیم و کلمه ساختیم. حال کلمه ها را پالی هم قرار میتیم و از جمله می سازیم. من کتاب می خوانم. من کتاب می خوانم. ما می تانیم کلمه کتابه با مادر دیگه کلمه ها نیست. چی کنیم؟ تبدیل کنیم نازنین مثلا من چی میخوانم؟ کتاب میخوانم من مثلا میتونیم بدون ازی شما بگوین من مکتب میروم من مکتب میروم با جای ازی... با جای ای دو کلمه میتونیم یک چیز دیگر شما اضافه کنین من کتاب میخوانم ما شما اینجا کار کردیم من کتاب میخوانم خب دوستای ناز اگر ما شما اینا را چی کنیم؟ تجزیه کنیم قبل پیشتر ما شما کار کردیم که میمونون حرفا بود که کار شد کلمه ساخته شد امروز ما پس کلمه ها رو میخوایم حرف بسازیم پس چی است من من از کدام کلمه ساخته شده از میم و نون من کتاب از کدام کلمه ساخته شده کاف تی الف و به کتاب و میخوانم اگر پایین برتان کار میکنم که درست در برتان شب. می میخوانم مام از میم یا ما شما میفهمیم یا نیمه نقطی است نقط دار است یا خ واو الف نون و می میخوانم. من کتاب میخوانم. من میمونون کتاب کاف بیالف بی الف کتاب و میخوانم. یعنی شما می از اینا جمله بسازین و کلمه ها را پولی هم قرار داده جمله بسازین خب نازنین شما که ایره بلد شدین و فهمیدن که از کلمه ها میتونین از کلمه ها جمله بسازین و از جمله ها دوباره کلمه تشکیل بتین در حقیقت شما بلد شدین که یک کلمه از چند حرف تشکیل شده و یه بسیار مهم است به خاطر چی به خاطر از اینکه شما وقت بفهمید که یک کلمه از چند حرف تشکیل شده شما با سادگی میتونید بخونید و شما توصیه میکنم که بعد از اینکه شما حال سنف دو شدین در پهلوی کتاب مکتبتان حتما کتابک های قصه کتاب را نیز بگیرین و در خواندن شروع کنین که ای به شما بسیار مفید میشه شود و بیدون کتاب دری کتاب دیگر نیز بخوانین و درس امروز ما شما بود علم خوب ما شما علم میفهمیم که چی است علم علم زده جهل است جهل نادانی را میگه دو سایناست علم یگانه راه است که ما توسطش میتونیم پیشرفت کنیم و ترقی کنیم و انسان های متمدن شویم و پیشرفته شویم و انسان باید همیشه در پای علم باشه چون که ما شما میخواییم زندگی بهتر داشته باشیم و به خاطر از که زندگی بهتر داشته باشیم باید صد فیصد چی کنیم؟ علم بیاموزیم و از هر نوع علم از علم دین گرفته تا علم تکنولوژی، ساینس و غیره را باید آموزش ببینیم به خاطر از که هم خود کمک کنیم هم هموطنهای خود کمک کنیم خب دوستکای ناز درس امروزتان همه خبود خدا کنه که درس امروز استفاده مفید کرده باشین تا درس بعدی خداحافظ